دوستان سلام، با یه ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. در این ویدیو پسوند چهارگانه ایپ رو داریم که به حالتهای ایپ، اوپ، اوپ و اوپ اینها رو در جمله به کار میبریم. قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میخواستم یه توضیح کوتاهی بدم راجع به اینکه دوستانی که خیلی منتظر شدن در مورد درس جدید به بزرگواری خودشون ببخشن، و دوستان اگر سوالی چیزی داشتید میتونید بپرسید، و در صورتی که ادامه ویدیوها رو میخواید یه لایک بکنید هم ممنون میشم. خب ما این پسوند چهارگانه رو به این شکل داریم، به این حالت چهارگانه. در صورتی که هجای آخر کلممون به آ و یا ا ختم بشه پسوند اپ رو داریم، مثلا کاچپ و یا کرپ. کاچپ، کرپ. اگر هجای آخر کلممون به او و یا او ختم بشه پسوند اوپ رو داریم، میشه مثلا اتوروپ و یا سروپ. اگر هجای آخر کلممون به صدای ای و یا ای رو داشته باشه پسوند ایپ رو داریم، مثلا گیدیپ، سویپ. اگر هجای آخر کلممون دارای صدای او و او باشه پسوند اوپ رو داریم، مثلا سکوپ و یا سپروپ. راجب ساختارش مثال میزنم براتون، ولی ببینیم که چجوری این شکل میگیره. اول ریشه فعل رو داریم، همونطور که اینجا هم دیدید، اینجا ریشه فعل رو داشتیم، بعد پسوند رو داشتیم. ریشه فعل رو داریم، پسوند ایپ رو داریم در حالت چهارگانه. بعد پشت سرش مصدر رو داریم بعضی اوقات، یعنی ریشه فعل رو داریم به اضافه مک و ماک، بعدش هم بقیه جمله رو داریم، حالا هرچی میخواد باشه. این قالب رو زمانی استفاده میکنیم که بیش از یک فعل رو پشت سر هم میخواییم راجع به انجام دادنشون صحبت بکنیم، بگیم که مثلا اول این کار رو، بعد این کار رو، بعد این کار رو، بعد این کار رو انجام میدم، و میتونیم که اون فعل رو در حالت مصدری به کار ببریم، یعنی فعل آخر رو به حالت مصدری به کار ببریم، و یا اینکه فعلی که پسوند ایپ رو گرفته رو داشته باشیم، فعل بعدیمون یه فعل صرف شده باشه. حالتهای مختلف در زمانهای مختلف میتونه در این قسمت از جملهمون قرار بگیره. مهم اینه که فعلهایی که قبل اون نوشتیم با پسوند ایپ همراه باشن، بعدش هم بقیه جمله رو داریم. یه مثال میزنم، مثلا ممکنه ما از سه تا فعل صحبت بکنیم، بگیم که اول این کار رو میخوام انجام بدم، بعد این کار رو میخوام انجام بدم، بعد این کار رو میخوام انجام بدم. همونطور که میبینید باید سه تا فعلی که به ترتیب پشت سر هم اینجا میذاریم با قاعده ای که توضیح دادم پسوند ایپ رو با شکلهای مختلف بگیرن، بعدش هم بقیه جمله رو داریم. حالا بقیه جمله ممکنه یه ریشه فعل باشه، فعل صرف شده و بقیه جمله باشه، که به این شکل هم جملهمون شکل میگیره. یه مثال میزنم، گیدیپ، اتوروپ، گورشوپ، کونوشوپ، تانومام لازم. اینجا میگه چی؟ میگه باید برم. اولا لازم رو داریم اینجا که به معنی باید هستش. میگه باید اول برم، بعدش بشینم، بعدش
ملاقات کنم، صحبت کنم، ببینم، صحبت کنم، بشناسم. آخرین فعلمون که ترتیب توی ترتیب فعلمون هستش صرف شده اومده، یعنی میگه من باید بشناسم. اگر در حالت مصدری می اومد، اون وقت مثلا یک حالت کلی می شد، یعنی مثلا می بایست این کارو این کارو این کارو این کارو و این کارو انجام داد، اونم یه حالت مصدری و کلی می شد. اینجا مثلا صرف اول شخص مفرد رو دارم، تانومام لازم، باید بشناسم. اگه مثلا تانوماک لازم می بود، می شد می بایست شناخت. خب بریم جمله هایی رو واسه تون مثال بزنم که هم توشون کلمه های جدید هست، هم اصطلاحات روزمره زیاد هست، همین که با این قالب فعل بیشتر آشنا خواهید شد. کاچپ گیتمک استیورم، کاچپ گیتمک استیورم، میخوام فرار کنم و برم. اگه یادتون باشه برای فعل خواستن ما فعل قبلیمون رو به حالت مصدر می آوردیم. حالا اگه دوتا فعل داریم، فعل اولی پسفند اپ گرفته، فعل دومیمون که قبل استمک هستش به حالت مصدری اومده و فعل اصلیمون هم اینجا چیه؟ یعنی بقیه جملمون استیورم، میخوام. یه بار دیگه میخونم، کاچپ گیتمک استیورم، سچیپ آلماک استیورم، میخوام انتخاب کنم و بخرم. همونطور که گفتم ترتیب فعل هم اینجا رو نشون میده، یعنی اول میخوام انتخاب کنم، بعد میخوام بخرم. یعنی حتما این کلمه های اول و بعد رو لازم نیست بیاریم که تو مثال های بعدی من آوردم، ولی 100% لازم نیست که بیاریم. همین که ترتیب فعل ها رو به این شکل بنویسیم نشون میده که اول کدوم رو و بعد کدوم رو قصد داریم انجام بدیم. باکوب بیانمک، اینجا حالت فعلی نذاشتم، فقط حالت مصدریش رو انجام دادم. باکوب بیانمک، نگاه کردن و پسندیدن. اینجا فقط خواستم نشون بدم که اول نگاه کردن بعد پسندیدن رو ترتیب دادیم اینجا. حالا این ممکنه بقیه جملهش خیلی دراز باشه، میتونه مثال باشه، مثال های از مصدرها باشه. خب مثال بعدی، سکوب آتماک استیورم، سکوب آتماک استیورم، یعنی میخوام بکنم بندازم دور. آتماک یعنی دور انداختن، میخوام بکنم، سکمک یعنی شکافتن، کندن. سکوب آتماک استیورم، میخوام بکنم بندازم دور. اتوروب دوشونمک لازم، اتوروب دوشونمک لازم، باید نشست و فکر کرد. خب اگر مثلا اینجا دوشون مک رو صرف می کردیم، مثلا دوم شخص مفرد رو استفاده می کردیم، می شد چی؟ می شد اتروب دوشون من لازم، سن اتروب دوشون من لازم، یعنی تو باید بشینی فکر بکنی، اونم اونجوری می شد. خب بریم سراغ مثال های بعدی. En iyisi online seçip almak. En iyisi yani بهترین iş اینه که بهترین کار آنلاین انتخاب کردن و بعد خریدن است. خب en iyisi yani بهترین iş اینه که آنلاین انتخاب کنم بعد بخرم. ببینید اول این کار بعد این کار. اینجا فعل آخرمون فعل هستن هستش که اینجا فعل است رو میتونم بیارم میتونم نیارم،
من اینجا نیاوردم. انیسه آنلاین سچیب آلماکتر میتونستم بگم. لزومی نداشت که کلمه استرو اینجا بیارم و نیاوردم. خب دورسو استشاره ادیب سونرا قرار ورمک. اینجا هم استرو نیاوردم و در ترجمه نوشتم. دورسو درستش این است که استشاره ادیب مشورت شود سونرا قرار ورمک و بعد تصمیم گرفته شود. خب نگاه کنید اینجا کلمه های دیگه ای هم بین دوتا فعلمون اومدن، ولی مهم فعل اولمون اینجا هستش که پسوند ایپ رو گرفته. کلمه بعد رو داریم اینجا، سونرا، بعد قرار ورمک، تصمیم گرفتن، اول چیز کردن، مشورت کردن، بعد تصمیم گرفتن. این کتوسو سویب کاوشامامک. این کتوسو سویب کاوشامامک. این کتوسو یعنی بدترین. بدتر از همه این که، ببخشید، بدتر از همه عاشق شدن و به هم نرسیدن است. سویمک دوست داشتن، سویب کاوشامامک. کاوشمک یعنی به وصال رسیدن. کاوش مامک یعنی به هم نرسیدن. کاوش ها مامک اینجا آی که اینجا هست به معنای نتوانستنه و نتوانستن به هم رسیدن، یه همچین چیزی. این کتوسو بدتر از همه. این کتوسو. خب اینا رو یادداشت بکنید دوستان، جدا یادداشت بکنید، چون اینا قیدهایی هستن که توی صحبت کردنتون و یا صحبت کردن دیگران زیاد باهاش مواجه میشید و خوبه که خودتونم استفاده بکنید. انیسه بهتر از همه، دورسو درستش اینه که، انکتوسو بدتر از همه این که. اینجوری. مثال بعدی، önemli olan مهم اینه که. önemli olan pes etmeyip yeniden başlamak. مهم ناامید نشدن و دوباره شروع کردن است. پس اتمک یعنی ناامید شدن و دست از یه کاری کشیدن. یعنی شما انگلیسیش میشه give up. یه کاری رو ناامید بشید و نخواهید ادامه بدید. یعنیدن دوباره باشلامک، شروع کردن. önemli olan مهم اینه که. خب گیدیب سورالم مه؟ گیدیب سورالم مه؟ بریم بپرسیم. خب اینم اینجا. بریم سراغ مثال بعدی. önce dinleyip sonra yazmak istiyorum. اول میخوام گوش کنم، یعنی میخوام اول گوش کنم و بعد بنویسم. önce یعنی قبلش، اول از همه. dinleyip گوش کردن، sonra بعد، yazmak نوشتن را میخواهم. اینجوری میشه، یعنی اول گوش کردن بعد نوشتن را میخواهم، که محاورش میشه میخوام اول گوش کنم بعد بنویسم. önce beğenip sonra almak daha doğru olur. اول پسندیدن و بعد خرید کردن درست‌تر خواهد بود. daha doğru olur زمانیه که شما میخواید بگید مثلا فلان کار، فلان تصمیم بهتریه.
درستترش اینه که اینجوری باشه و یا بهتر اینه که این کار رو انجام بدیم. معمولا زمانی که میخوان به شما توصیه بکنن از این اصطلاح استفاده میکنن. داها دورو اولور. بهتره که انجام بشه. به این معنیه. خب. Önce ezberleyip sonra kullanmak istiyorum. Önce ezberleyip sonra kullanmak istiyorum. میخوام اول حفظ کنم. ازبرلمک یعنی ازبر کردن. حفظ کردن متنی کلمه چیزی. Sonra و بعد kullanmak استفاده کردن istiyorum. بعد استفاده کنم. میخوام اول حفظ کنم بعد استفاده کنم. مثلا ممکنه یه لیست کلمه ای باشه. بگید میخوام اول حفظ کنم بعد ازشون استفاده کنم. و یه جمله هایی باشه که میخوای اول حفظ کنی بعد استفاده کنی. Önce pişirip sonra servis yap. Önce pişirip sonra servis yap. اول بپز بعد سرو کن. ببینید اینجا فعل امر رو داریم. اینجوری صرف شده. اینجا مثلا مصدر آوردم. اینجا مصدر آوردم. اینجا مصدر آوردم. اینجا بقیه فعلم رو خواستم که صرف بکنم. بنابراین حالت امریش رو آوردم. میگه چی؟ میگه اول این کار رو بکن. اول بپز. بعد سرو کن. Önce araştırıp sonra karar vermek lazım. Önce araştırıp sonra karar vermek lazım. Ya avval bayat. Ya bayat. İn bayat ru avval miyarim lazım. Bayat avval tahkik kerd. Bad tasmim gereft. Yani tadu lafzish mişe çi? Avval tahkik kerdan. بعد تصمیم گرفتن باید. و معنی محاوره‌اش میشه اینی که اینجا نوشتم. مثال بعدی. کاچپ گیتمک این کلایی. طبیعی که. کاچپ گیتمک این کلایی. طبیعی که. طبیعی که یعنی اول البته که. معلومه که. مثلا میگه طرف میگه خب معلومه. یعنی بخواید بگید خب معلومه از تابیکی استفاده میکنید. این کلایی آسون ترینش اینه که کاچپ گیتمک فرار کنی بری. در واقع همونطور که تو ترجمه میبینید میگه البته که فرار کردن و رفتن آسان تر است. یه بار دیگه از روی خود جمله معنی میکنم. فرار کردن و رفتن آسان تر از هم است. معلومه که. خب. یازیب گوندرمنیز گرکیو. میگه باید بنویسید و بعد بفرستید. مثلا میگه دیلکچه یازیب گوندرمنیز گرکیو، بعد درخواست نامه بنویسید بفرستید. یا چه میدونم میل بنویسید بفرستید. فرم پر بکنید بفرستید. یه همچین چیزایی. ممکنه اینا رو توی بخش مهاجرت و ادارات و اینا زیاد بشنوید. یازیب گوندرمنیز گرکیو، باید بنویسید و بعد بفرستید. یارن فردا ایلک ایشیم اولین کاری که میکنم اوی سیلیپ سپرمک. سپرمک رو اشتباه نوشتم. خب شما که غریبه نیست. یارن ایلک ایشیم اوی سیلیپ سپرمک. فردا اولین کاری که می کنم خانه را تمیز کردن است.
Yarın ilk işim. Ferda evvelin kari ke mikonam. Evi silip süpürmek. Hane ra temiz kerdenen. ولی اینجا سیلیپ سپرمک معمولا با هم میاد. سیلمک یعنی پاک کردن. سپرمک یعنی جارو کردن. حالا توی ترجمه اینطوری نوشتم و سیلمک یعنی پاک کردن. خانه را اول پاک کنم بعد جارو کنم. اینجوری میگیم. سیلیپ سپرمک معمولا جفتشون کنار هم میان و به معنای تمیز کردن. Gidip görmek lazım orayı. Gidip görmek lazım orayı. یه چی باید رفت و اونجا رو دید. اول باید بریم. بعد باید ببینیم. و اینجوری جمله. یعنی رفتن دیدن لازم است آنجا را. یه همچین چیزی. خب مثال بعدی. Öyle durup bakmak pek hoş olmaz. Pek hoş olmaz yani zeşte, bade, خوب نیست, خوبیت نداره. کار زشتیه, بهتره که انجام نشه. یه همچین چیزی. خب öyle durup bakmak, öyle yani اونجوری, اون شکلی. Durmak yani ایستادن, bakmak هم یعنی نگاه کردن. یعنی آنطور ایستادن و نگاه کردن کار خوبی نیست. خوب نخواهد بود. اولماز یعنی نخواهد بود. نمیشه. کار خوبی نمیشه. به نظر کار زشتی میاد. خب. مثال بعدی. سرمایب یاپماک یانلش olur. نپرسیدن و انجام دادن کار اشتباهی است. یعنی مثلا میخواد بگه اول مثلا قبل از اینکه انجام بدیم نپرسیم بد میشه. اشتباه میشه. کار درستی نیست. میخوایم مثلا اینجوری بگیم. میگیم سرمایب. یاپماک یانلش olur. یعنی اول نپرسیدن و بعد انجام دادن اشتباه خواهد بود. کار زشتیه. نباید بکنیم. گیتمیب. گرممک olmaz. Olmaz yani neymişe. Gitmeyip görmemek olmaz. Yani neymişe ki nereyim o nebineyim. Hala ki mıkayım begim bayat berim bebinim mişe çi mişe gidip görmek lazım. Yani bayat berim bebinim. Bali ince çi koftim koftim neymişe ki nereyim o nebineyim. Gitmeyip görmemek olmaz. Utanmayıp söylüyor bir de. Farz konum ince bir قضیه ای هست. طرف میگه همین کارو همین کارو همین کارو میکنه. تازش هم میاد اینجوری. و هم این که اینجا بیر ده. به معنای و هم این که utanmayıp خجالت نمیکشه. Söylüyor و میگه. حالا قضیه هرچی هست. اگه دقت کنید اینجا خواستم کلمه های منفی رو به کار ببرم. همونطور که میبینید مای و می آوردیم. اینجا منفیشون کردیم. مثال بعدی. یمیب. چپه آتماک. این سیومدیم شی. نخوردن و دور انداختن چیزیه که اصلا دوست ندارم. یعنی بدترین چیزیه که بدم میاد. این سیومدیم شی. چیزیه که اصلا بیشتر از همه اینو دوست ندارم. منظورش اینه. این سیومدیم شی. چیزی که بیشتر از همه دوست دارم میشه این سیومدیم شی. چیزی که دوست ندارم میشه سیومدیم شی. خب یه بار دیگه میخونم. یمیب چپ آتماک نخوردن و چپ یعنی آشغال. چپه آتماق دور انداختن به آشغال انداختن در واقع این سرمدیم شی چیزیه که اصلا دوست ندارم. بکلمیب گیتمک هوش اولمده. بکلمیب گیتمک هوش اولمده. سبر نکردن
و رفتن کار خوبی نبود، یعنی خوب نشد، عیب شد، بد شد، زشت شد، کار بدی شد. مثلا بکله میب صبر نکردن گیتمک و رفتن خوش اومد، خوب نشد. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه این فعل رو و این پسوند رو یه جورایی بهتون کمک کرده باشه که متوجه بشید قضیه چیه، چون یواش یواش که پیشرفت میکنید و حتی در زندگی روزمره میبینید که این طرز فعل ها رو پشت سر هم میذارن و شما میمونید که این چرا این شکلی شد، این فعل از کجا اومد، این طرز گفتن چیه و خلاصه ممکنه گیج بشید. به خاطر همون گفتم که اول این ویدیو رو درست بکنم. یه موردی که دوستانی که میان ترکیه زیاد میپرسن اینه، مثلا میگن که ما همه ویدیوها رو نگاه کردیم و چه میدونم جمله ها رو حفظ کردیم و ولی هنوز نمیتونیم صحبت کنیم. اینا احتمالا دوستانی هستن که حتی کلاس زبان هم نرفتن. ببینید دوستان، آنلاین درس یاد گرفتن، بله شما یاد میگیرید، ولی زمانی شما میتونید صحبت بکنید که حداقل 6 ماه بتونید 6 ماه بشینید تلویزیون ترکیه رو نگاه کنید، شما اون موقع میتونید صحبت کنید. و اونایی که میان با یکی دوتا اوت اوت و هایر هایر یکی دو ماهشون رو سر میکنن و کار پیدا میکنن و این حرفا، اینا کسایی هستن که مرتب دچار سوء تفاهم و عدم رابطه کلامی موفق میشن. بنابراین اولا خیلی روند عادیه که شما بعد یک سال بتونید درست حسابی صحبت کنید. و اینم بگم دوستانی که میان ترکیه و میشینن سریال های ایرانی رو نگاه میکنن هیچ موقع نمیتونن صحبت کنن، یعنی خیالتون راحت باشه. زمانی که شما زبان میخواید یاد بگیرید باید شب و روزتون رو مشغول گوش دادن به زبان مقصد باشید و مرتب کلمه ها رو یادداشت بکنید، حفظ بکنید. حتی اگر دوربریاتون مرتب ترکی صحبت میکنن و شما دارید به اونا گوش میکنید، یادتون باشه حتما یادداشت بکنید، حفظ بکنید. و خدا دو تا گوش داده یه دونه دهن داده، شما بعد دو برابر اون میزانی که میخواید صحبت کنید بعد گوش بدید. بنابراین من پیشنهاد میکنم که حتما تلویزیون زیاد نگاه بکنید. البته تحت تاثیر تلویزیون قرار نگیرید، چون خودم مخالف تلویزیون هستم، ولی برای یادگیری زبان حتما شما باید یه چیزی رو یاد بگیرید. مرتب باید مشغول باشید که خودتون رو در معرض اون زبان قرار بدید. بعد اینکه این قواعد رو یاد گرفتید، یه 6 ماهی خودتون رو در معرض زبان قرار دادن و واقعا زحمت کشیدن میتونه شما رو یه زبان آموز موفق بکنه. خب متشکرم که تا اینجا گوش کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.